خب دو سوم ماه اکتبر هم گذشت و پامپتوبر رو تا حد خوبی با هم دیدیم و بیت کوین در حوالی آل تایم هایش داره نوسان میکنه. اما سوالی که اینجا وجود داره اینه که خب از اینجا به بعد چی؟ و موضوع دیگه که یکم میخوام امروز بهش بپردازم بحث انتخابات آمریکاست که چیزی دهاش باقی نمونده. بریم و به بررسی بازار بپردازیم در این هفته نامه از آکادمی گنج. خب قبل از که بخوام راجع به انتخابات صحبت بکنم بریم و مسیر همیشگی هفته نامه ها رو کمی با هم دنبال بکنیم. طبق معمول از هفته گذشته آغاز میکنیم و اعدادی که اعلام شد از کانادا روز سه‌شنبه CPI یا شاخص تورم رو داشتیم که -0.4% اعلام شد. این عدد کمتر از پیشبینی که میشد -2% و کمتر از ماه قبل که اون هم -2% بود اعلام شد و خب این یه جورایی خیال بانک مرکزی آمریکا رو، کانادا رو میتونه که راحت بکنه، از این جهت که همونطور که گفتم ابزار نرخ بهره وسیله هستش برای بانک‌های مرکزی که بتونن یه تعادلی بین تورم و اشتغال ایجاد بکنن که خب اشتغال منتهی به رکود یا عدم رکود میشه و خب خیالشون یه جوری از تورم الان میتونه که راحت شده باشه. به نوعی میتونیم بگیم که بانک مرکزی کانادا مثل خیلی از بانک‌های مرکزی دیگه و خیلی از کشورهای دیگه موفق شد که تورم رو تا حد خوبی بتونه شکست بده و الان نگرانی بیشتر سمت اشتغال و بحث رکود هستش و خب یه جوری با خیال راحت شدن خیالش از این سمت میتونیم انتظار داشته باشیم که کاهش نرخ بهره‌های بزرگتر و سریعتری رو از کانادا شاهد باشیم. این اتفاقی که گفتم در سرتاسر دنیا داره میفته، مثال بزرگش که این هفته اتفاق افتاد در روز پنجشنبه در یورو بود که کاهش نرخ بهره 0.25% از 3.65 به 3.4% رو درش شاهد بودیم. این یه سری نتایج در بازار فارکس داشت که بعضا اشتباه برداشت شد. من توی مطالبی که میخوندم و سوالاتی که از دوستان دیدم که بهش میپردازیم که چطور ممکنه یه سری اتفاقا افتاده باشه، عجله نکنید. در قسمت چارت ها بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. و عدد دیگه هم که اعلام شد از آمریکا، شاید تنها عدد مهمی بود که این هفته از آمریکا اعلام شد، بحث ریتیل سیلز بود یا فروش خرده فروش ها که بیشتر از انتظارات هم در کور و هم در کل اعلام شد. 14% و 5% به ترتیب برای ریتیل سیلز کل و کور رو داشتیم در نسبت ماه به نسبت به ماه گذشته. و خب این دوباره میگم یک خیال راحتی دیگه به فد هستش که اوضاع کانسومر، اوضاع مصرف کننده خوب هستش، خریدها بیشتر داره انجام میشه. یه ذره میگم دوباره کاهش نگرانی از مبحث تورم رو این عدد به ما نشون میده. اما هفته دیگه چی پیش رومون داریم؟ هفته دیگه از کانادا تعیین نرخ بهره رو داریم. ماه گذشته کاهش نرخ بهره 0.25% رو دیدیم از کانادا، اما این ماه انتظار میره که کاهش نرخ بهره 0.5%. چرا این انتظار میره؟ همون دلیلی که الان با هم صحبت کردیم، همون عددی که در سی پی آی اعلام شد، کاهش قابل توجه سی پی آی و بیشتر از انتظارات سی پی آی دست کانادا رو باز میذاره، بانک مرکزی کانادا رو برای کاهش نرخ بهره بیشتر، و احتمالاً این کار رو خواهند کرد چرا که نگرانی الان از رکود نه فقط در کانادا و یا در آمریکا، تقریباً همه جا خیلی زیاد هستش و اون موضوع خیلی مهمتریه که بهش توجه بشه. بحث رکود و اشتغال شد. عدد مهم دیگه‌ای که این هفته خواهیم داشت در روز پنجشنبه از آمریکا خواهد بود، آن امپلویمنت کلیم ها یا درخواست بیمه بیکاری جدید هستش که در دو سه ماه گذشته بیشتر از انتظارات و صعودی دیده شده و خب این یکمی نگران کننده بوده و خب این دلیلی بوده که ما انتظار کاهش نرخ بهره قابل توجه رو داشتیم، ولی الان با کم شدن نگرانی ها از تورم یه جورایی میشه بیشتر به این موضوع توجه کرد و شاید اگر این ماه هم عدد قابل توجهی از unemployment claim ها داشته باشیم و رشد قابل توجهی داشته باشیم مخصوصا نسبت به انتظارات، میتونیم که انتظار داشته باشیم که شاید حتی پیشبینی بازار برای کاهش نرخ بهره بعدی بیشتر بشه. اما صحبت از کاهش نرخ بهره بعدی شد، 17 روز باقی مانده است تا تعیین نرخ بهره بعدی در آمریکا. 7 نوامبر 2024 چند روز بعد از انتخابات آمریکا هستش و الان پیش بینی حداقل این هستش توسط شرکت کننده های بازار که 94.4% تقریبا همه بازار پیش بینی میکنه که کاهش نرخ بهره 0.25% رو ببینیم این ماه و به نظر درست میاد و به نظر چیزی که بازار قیمت گذاری هم کرده. اما یک تعیین نرخ بهره دیگه در 18 دسامبر 2024 داریم که اونجا هم انتظار بازار به کاهش 1.25% دیگر هستش و اینکه آخرین عدد این سال رو، سال 2024 رو با
نرخ بهره کم، 0.5% کمتر از چیزی که الان داریم به پایان برسونیم. طبیعتاً این 30,000 تومن چرخ میتونه بزنه. طبیعتاً بحث انتخابات آمریکا پیش رو داریم که خیلی حساس هستش برای شرکت کننده های بازار و همچنین برای سیاست گذاران مالی که باید بهش بپردازیم. اما بریم یکم راجع به انتخابات صحبت بکنیم. من امروز میخوام یکم راجع به بحث پالی مارکت صحبت بکنم و این داستان شرط بندی روی انتخابات آمریکا. متاسفانه خیلی برداشت های شاید ناصحیحی از این قضیه بشه که آقا دقیقاً چی هستش این عددی که اعلام میشه وقتی میگیم که آقای ترامپ 60% احتمال برد داره، این به چه معنا هست؟ وقتی میگیم این عدد 50-50 دقیقاً به چه معنا هستش؟ خب همونطوری که میدونید آدما صحبت کردن و نظر دادن یه جورایی مجانی هستش، اصطلاح خودمون ایرانی ها کنتور که نمیندازه و موقعی میشه به حرف آدم ها بیشتر اعتماد کرد که بحث پول وسط باشه. و خب بازارهای وجود دارن در آمریکا و کانادا، شما میتونید بیاین و تقریبا روی هر چیزی شرط ببندید. میتونید روی این شرط ببندید که توی نیمه اول بازی فوتبال بین فلان تیم و فلان تیم چند تا پاس داده میشه، هر چیزی میشه شرط بست. و طبیعتاً بحث انتخابات هم بحثی هستش که بسیار داغ هستش و یکی دو تا سایت هم نیستن، سایت های زیادی هستن که شما میتونید برین و این شرط بندی ها رو انجام بدین، اما بیشترین حجم رو بین این سایت ها پالی مارکت داره برای به طور خاص در واقع انتخابات آمریکا. و الان که داریم با هم صحبت میکنیم، آقای ترامپ بیش از 60% احتمال برد بهش داده شده در این سایت شرط بندی و خانم هریس کمتر از 40% احتمال برد داره و حجم کلشون رو اگر در کنار هم بذاریم بیش از 1 میلیارد دلار میشه مقدار پولی که توی این شرط بندی الان وجود داره. چرا این رو میگم؟ چون که خیلی ها برداشت اشتباهی میکنن بعضا وقتی این عدد رو میشنون، ممکن البته میگم منبع عدد چیز دیگه باشه، اما معمولا وقتی این عدد درصدی رو میشنویم از اینجا این عدد میان بیرون و تجربه حداقل نشون داده در انتخابات گذشته اگر بپردازیم، تجربه نشون داده که مخصوصا وقتی که مقدار زیادی پول پای مقدار زیادی پول در وسط هستش، این پیش بینی ها تا حد خیلی زیادی درست در میاد. ولی خب در نهایت داستان این شرط بندی بیشتر نیستش، نه سروی هستش نه آمارگیری هستش که البته اون هم مشکلات خاص خودش رو داره، ولی خب به نظر میاد که حداقل در امروز که داریم با هم صحبت میکنیم احتمال برد آقای ترامپ خیلی خیلی بیشتر هستش. اینکه این موضوع خوبیه یا بد بالاخره بحث سیاسیه، من میسپارم به خودتون که چی رو بیشتر دوست دارین. اما اگر که بخوایم به طور خاص خودمون رو محدود به دنیای کریپتو بکنیم، به نظر میاد که در واقع نگاه آقای ترامپ به دنیای کریپتو خیلی خیلی مثبت‌تر باشه نسبت به دیدگاه خانم هریس و کلاً دموکرات‌ها. حالا راجع به خود شخصشون صحبت نمی‌کنیم، بیشتر راجع به دیدگاه پارتیشون داریم صحبت می‌کنیم. این یه موضوعی که خب بالاخره همه در جریان هستین، ولی خب از طرف دیگه شاید اگر به صرف کاهش ارزش دلار بخوایم نگاه بکنیم یه کمی قضیه برعکس باشه. کاهش ارزش دلار که در نهایت منتهی میشه به افزایش قیمت دارایی های همه دارایی ها، نه تنها دارایی های ریسکی یا غیر ریسکی و به نوعی به همه دارایی ها، به نظر میرسه که حزب دموکرات در این مورد یه کمی دستش بازتر باشه و با سختگیری کمتری خرج انجام بده، در حالی که آقای ترامپ یکی از اولین هدفهاش که زیاد راجع بهش صحبت کرده کاهش هزینه های آمریکا و کاهش دت یا قرض و بدهی آمریکا هستش که خب طبیعتاً باعث فشار بیشتر میشه روی دارایی های مختلف و قدرت گرفتن دلار رو به دنبال خواهد داشت. پس اینجوری نیستش که سیاه و سفید باشه، خوب یا بد باشه، ولی خب این فکت ها و این واقعیاتی هستش که در حرفای هستش که دو طرف این بازی تا الان زده هم. بسیار عالی، چیزی باقی نمونده تا انتخابات. میگم احتمالاً یه دونه هفته نامه دیگه، یکی یا دو تا هفته نامه دیگه قبلش داشته باشیم، بیشتر و بیشتر در موردشون جزئی خواهیم شد. اما فعلا بریم و سری بزنیم به آنچین و همچنین چارت ها. قبل از اینکه سراغ نمودارهامون بریم، میخوام یک کمی در مورد این دو تا نمودار غیر قیمتی همیشگیمون با هم صحبت بکنیم. اینجا داریم به لیکویدیشن هیت مپ نگاه میکنیم، به این داریم نگاه میکنیم که چه قیمتهایی، چه مقدار اوردر وجود داره، چه مقدار تریدی وجود داره که اگر این قیمت رد بشه لیکویدیشن های بزرگ رو شاید خواهیم بود. و یه نگاه رو داریم از خیلی عقب تر میکنیم، داریم به چارت 6 ماه اخیر نگاه میکنیم. و چیزی که توجه من رو جلب میکنه و مطمئنم توجه شما رو هم جلب کرده، این خط بسیار پررنگ در هولوش 72,000 دلار هستش
و خب طبیعی هم هستش، بالاخره آل تایم های هستش و خیلی از تریت های شورتی که در طی 3-4 ماه اخیر شکل گرفته با یه جوری لیکویدیشن پوینت آل تایم های یا یک کمی بالا و پایین تر از اون شکل گرفته. و این نتیجه چه خواهد؟ نتیجه این خواهد بود که اگر یک اگر بزرگی هم اینجا بذاریم، اگر قیمت بیت کوین به هر دلیلی شروع بکنه از اینجا همین مسیری که اومده در یک دو هفته اخیر آروم 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 بخواد کریپ اپ بکنه و حرکت بکنه، مثلا بخزه به سمت آل تایم های و آل تایم های رو کافیه یک ذره که بشکونه، اتفاقی که میفته اینه که یه مقدار زیادی ما حجم در بازار فیوچرز ها داریم که میگم نقطه لیکویدیشنشون اونجا هست، پس اینا خودش یک مقدار قابل توجهی اوردر خرید وارد بازار میکنه به خاطر لیکویدیشنشون و انتظار یک جامپ قابل توجه رو میتونیم داشته باشیم اونجا و بعد از اون احتمالاً همون تریدرهایی که ترید شورتشون لیکوید شده الان فومو میکنن، ترس از جا موندن میکنن و سعی میکنن که برگردن چون قیمت داره از دستشون در میره و اونجا باز هم برگشت بیشتری رو خواهیم داشت به در واقع سمت خرید بازارها. طبیعتا این سیستم چیزی نیستش که ساستینبل باشه، این چیزی نیستش که بازار رو بتونه با خودش ببره بالا و چیزی که من میبینم اینه که ما اگر آتام ها رو بشکنیم احتمالا یه حرکت قابل توجه داشته باشیم، یه حرکت شاید خلوش 10,000 دلاری داشته باشیم و بعد از اون دوباره یک بازگشتی داشته باشیم که میگم بیشتر اصلا مکس پین اتفاق بیفته، حداکثر درد اتفاق بیفته برای حداکثر شرکت کننده های بازار و اتفاقی هستش که معمولا البته میفته، چیز عجیب و غریب یا تازه نیستش. بنابراین این سناریویی که من توی ذهنم دارم برای چند وقت آینده، احتمالاً هرچی نزدیکتر به دوره انتخابات بشیم و هرچی احتمال در واقع برنده شدن آقای ترامپ بیشتر بشه، این کریپ اپ و این خزندگی قیمت رو به سمت آلتایم های بیشتر و بیشتر خواهیم داشت و میگم یه شکست کوچیک کافیه که بتونه یک نوسان بسیار در واقع شاید کلمه درستی نباشه اما وحشیانه رو در بازار بیت کوین شاهد باشیم. این دیدگاه من هستش. اما اگر بخوام یک کمی به بازار آروم‌تر و به بازار اسپات نگاه کنیم چطور؟ در بازار اسپات به نظر میرسه که اوضاع خیلی بهتر هستش. ما یک رشد خیلی آروم آهسته ولی پیوسته رو داریم. در SOPR اینو میتونیم شاهد باشیم و مخصوصا با نگاه به این که ما در حدود یک ماه اخیر SOPR شورت هولدر SOPR بالای یک رو تونستیم تا حد خوبی نگه داریم. یعنی تریدرهای اسپات خوشحال هستن از اینکه بیت کوین نگه داشتن، وقتی قیمت میاد پایین بیت کوین بیشتری میخرن. این طبیعتاً مثبت بوده و هست برای بازار و میگم این ایندیکیتور شورت ترم هولدر سوپیر و کلا ایندیکیتورهای آن چین یک کمی سرعتشون کمتر هستش و توی اون نوسانات خیلی بزرگ گیر نمیافتن. پس اگه نگاه بزرگتری دارین بحث آن چین میتونه براتون خیلی جالب تر باشه. اما آخرین عددی که خیلی شاید اطلاعات جدیدی توش نباشه و میخوام بهش نگاه بکنیم، بحث فاندینگ ریت در بازار فیوچرز هستش. طبیعتاً با بالا رفتن قیمت فاندینگ ریت های مثبت مثبت‌تر خواهیم داشت و این شاید دلیلی باشه که اون بحثی که گفتم که بعد از اون شکسته شدن نقطه در واقع آل تایم های و لیکوید شدن ها و افزایش قیمت ها اونجا جایی باشه که احتمال برگشت رو زیاد بکنه، همین فاندینگ ریت زیاد و اوپن اینترست که احتمالاً تا اون موقع خیلی بیشتر و بیشتر خواهد شد. خب پس این نگاهمون به بازار آنچین و بازار فیوچرز. بریم حالا یکمی راجع به نمودارها صحبت کنیم. من میخوام یکمی در مورد DXY شاخص دلار صحبت کنم. ویدیوی خیلی وقت پیش داریم در گنج که توضیح میده که آقا این شاخص دلار دقیقاً چی هستش. ولی خب خلاصش رو اگه بخوایم در یک جمله بگیم، شاخص دلار رو میسنجد نسبت به بقیه ارزها و مخصوصاً یورو. ولی اشتباهی که یا سوء تفاهمی که معمولا در بازار وجود داره مخصوصا در صحبت هایی که میشه در مورد بازار این هستش که به نظر میاد که آقا دلار، قدرت دلار رو ما داریم نگاه میکنیم نسبت به همه چی، نسبت به طلا، نسبت به بازار بورس، نسبت به بازار کریپتو، در حالی که اینطور نیستش. ما داریم قدرت دلار رو نسبت به سایر فیات کارنسی ها نگاه میکنیم و تازه نه همه فیات کارنسی ها، اغلب یورو. و اگر اینو خودتون هم میتونید ببینید چک کنین که این نمودار تقریبا برعکس نمودار دلار به یورو هستش. هیچ چیز بیشتری، خیلی چیز بیشتری حداقل توش دیده نمیشه. چرا؟ حرکات بزرگی مثلا وقتی از ین میبینیم یکم اینجا دیده میشه، ولی خب اصلش بین دلار و یورو هستش. و حالا این سوء تفاهمی که میگم به چه نتیجه ای رسیده بود، باعث چی شده بود؟ باعث این شده بود که ما در دو سه هفته اخیر افزایش قابل توجه شاخص دلار رو داشتیم و همه سورپرایز شده بودن که آقا چطور میشه که شاخص دلار بره بالا، طلا هم بره بالا، بیت کوین هم بره بالا.
چه اتفاقی داره میفته. به ما گفته بودن که هر موقع شاخص دلار میاد پایین اینا میره بالا، همیشه برعکسن. و توی همون ویدیویی که راجع به DXY توضیح کامل داده بودیم، توضیح دادیم که چرا اینطور هم نیست و الان فکر کنم با همین تعریف ساده هم میشه به این نتیجه رسید. دلیل افزایش ورود پول بیشتر از یورو و از اتحادیه اروپا بود و میگم اینو میتونیم بیاین در شاخص یورو EXY ببینید و کاهش ارزش یورو نسبت به سایر ارزها رو ببینید که همراه شد با کاهش نرخ بهرش 25% در این هفته. خب پس اینو میخواستم یه ذره در واقع موضوعش رو، این سوء تفاهم رو تا حدی حل بکنم و خوبه که نگاه بکنید، هر اطلاعاتی خوبه تا وقتی خودتون رو گیج نکنید، ولی خب قانون 100% برای خودتون نذارین. هیچ چیزی این شکلی قانون 100% در بازار نداره که نه DXY رفت بالا حتما باید بیت کوین بیاد پایین، حتما باید طلا بیاد پایین، اینطور نیستش. گفتیم طلا، از طلا چه خبر؟ طلا داره آلتایم های میزنه، بسیار بسیار قدرتمند داره به سمت بالا میره. اگه خاطرتون باشه 5 6 ماه پیش تو همین هفته نامه ها راجع به این صحبت کرده بودیم که قیمتی که ما از طلا داریم میبینیم و قیمتی که الان هم داریم بهش نگاه میکنیم قیمت طلای کاغذی هستش و طلای فیزیکی مخصوصا اگر بخواید در حجم های بالا خریداری بکنین، از این بر اون بر موقع هم میشنیدیم که 5 6 ماه پیش میشنیدیم که طلای فیزیکی کمی کم هستش و پیدا کردنش به قیمت هایی که حداقل طلای کاغذی رو میتونید پیدا بکنید خیلی سخت هستش و این یه جورایی نشونه برای ما بود. میگم این اون قضیه برای چندین ماه پیش هستش، برای اوایل سال 2024 حتی هستش که قیمتی که داریم میبینیم قیمت اصطلاحاً حالا دستکاری شده است. این کلمه خیلی دوست ندارم استفاده کنم چون بعدش اشتباهی میشه، ولی خب قیمت واقعی نیستش و به نظر میسه که بیشتر بیشتر داره موضوع خودشونشون میده طبیعتاً با نارامی هایی که در سطح ژئوپلیتیک در دنیا وجود داره، مخصوصاً در خاورمیانه بین اسرائیل و سایر کشورها وجود داره، تاثیر خودش رو گذاشته، بی تاثیر نیستش، ولی خب به نظر میرسه که یک کمی اون هایپ داره برمیگه. حالا اینا همین حرفایی که زدم بحث بیشتر حال فاندامنتال بود، ولی خب بیایم یک کمی راجع به سنتیمنت صحبت کنیم و یه یاداوری صرفا به خودمون بکنیم که وقتی همه دارن یه چیزی رو میخرن احتمالاً برای خرید اون چیز کمی دیر هستش. وقتی همه جا در صحبت از یک چیزی هست احتمالاً وقت برای خرید اون چیز نیستش و به نظر میاد که طلا داره نزدیک میشه به اون نقطه. ممکنه که طول بکشه، ممکنه که حالا بالاتر بریم، ممکنه که واقعا اعدادی که در جای جای این رسانه‌های خبری میبینیم مثلا $3,000 رو هم ببینیم، ولی خب در این نقطه یه ذره به نظر من احتمالش کمتر از این میاد و میگم و تنها دلیلم شاید به نوعی این باشه که خیلی ها دارن این حرف رو میزنن و تجربه حداقل به من ثابت کرده که معمولا وقتی خیلی ها همچین حرفی میزنن اینطور پیش نمیره. این دیدگاه من از طلا هستش. میگم من خودم دوستان در جریان هستن که بخش قابل توجهی از پورتفولیوم طلا بوده و هستش و طلا مخصوصا طلا فیزیکی چیزی نیستش که هیچ وقت بنا به فروختنش داشته باشم. حالا طلا کاغذی کمی متفاوت هستش، بازی میکنیم کمی باهاش و کم کم شاید به اون نقطه دارم نزدیک میشم برای طلا کاغذی. طلا فیزیکی میگم اگر دارین بدونین چرا طلا فیزیکی دارین و معمولا پیشنهاد من به دوستانی که میان پیش من برای بحث مشاوره این ازش که طلای فیزیکی رو به این قصد بگیرین که آقا حداقل 10 سال نمیخواین بهش دست بزنید و اگر غیر به دلیل غیر از این دارین میخرین شاید خیلی دقیق نباشه. طبیعتا این پیشنهاد من برای همه درست نیست، آدم در شرایط متفاوتی زندگی میکنن، در کشورهای مختلف با دیدگاه‌های مختلف و با نیازهای مختلف، پس حتما اگر که میخواین مشاوره دقیق‌تری بگیرین با من یا با هر کس دیگه‌ای که دوست دارین صحبت بکنین و نسخه برای خودتون بگیرید، نسخه‌ای که یک نفر برای همه میپیچه نسخه معمولا خوبی نیست، شما با دکترتون هم احتمالاً این کار رو نمی‌کنید. بسیار عالی، اینم از طلا. یه کمی طولانی شده امروز، بریم سریع سراغ بیت کوین. من یک خط جدید اضافه کردم. اول ببینیم اوضاع چه قراره. اوضاع از هفته پیش خیلی فرق نکرده، این شکستمون رو یک کمی کامل‌تر کردیم. شکست هفته پیش هم شکست اتفاق نیفتاده بود، از این خط روند از این کانال شکستمون کامل‌تر شد و شکست OBV هم با قدرت بیشتری داره پیش میره. تقریبا اوضاع همون جوریه که بود، یه ذره شاید حتی بهتر. و حالا ممکنه سوال پیش بیاد که خب آقا الان که شکست اتفاق افتاد الان آیا وقت خرید هست یا نه، و این اون سوالیه که من میدونی اصلا دوست ندارم بهش جواب بدم چون سوال شاید سوال درستی نباشه، ولی اینو میتونم بهتون بگم، من اگر دنبال ورود لورج دار باشم دوست ندارم که بعد از یک حرکت قابل توجه مثبت این کار رو بکنم. یکی از دوستان یه عکسی فرستاده بود داخل گروه، گفته بود آقا RSI 4 ساعته خیلی وقته که بالای 70% وجود داره، چه خبره، چه اتفاقی داره میفته؟ هرچند که حالا جواب درست به این سوال این هستش که آقا
آرس های اصلا برای بازار روندار نیستش، آرس های باید توی بازار رنج بیشتر استفاده بکنید. اما صرفا این هم میتونم بهتون بگم که خب این یه دیل بریکره براتون. اگر بچه دوره گنج خاطرتون هست، با تعریف دیل بریکر در ترید هامون آشنا بودیم که ما میدونیم که اگر ما آرس های بالای 70 داشته باشیم دوست نداریم خرید بکنیم، حتی اگر همه چیز دیگه بهمون بگه که الان وقت خریده، احتمالاً آرس های بالای 70 مخصوصا خیلی طولانی هستش، خیلی نشونه مثبتی نیست. پس چی میتونه تریگر خوبی باشه برای من برای خرید کوتاه مدت؟ و برای من چیزی که دوست دارم و ایدئال هست برام این هستش که به این خط زرد رنگ برگردیم. دوباره اگر سوال واسهتون میگه آقا این خط زرد رنگ رو چجوری کشید، انگار از وسط همه این کندلا رد شده، کافیه که نمودار رو خطی بکنید و به کلوز ها نگاه بکنید و میبینید که دقیقاً روی در واقع کلوز ها هستش این خط. و ما یاد گرفتیم که هر خطی که توی نمودار میکشیم همون خط رو روی OBV هم بکشیم و اون رو هم اینجا داریم میبینیم. و چیزی که دوست داریم ببینیم اینه که این خط تا حد خیلی کمی حداقل شکسته بشه در قیمت، ولی در OBV بتونه با قدرت خودش رو نگه داره و اونجا نقطه ایدئالی خواهد بود برای ورود دیگر من. البته میگم اینا بحث فیوچرز هستش، بحث ترید هستش، بحث اسپات رو خیلی وقته که با هم صحبت کردیم که کی موقع خرید هستش، اگر گفتیم کانسرواتیو هستین، اگر که ریسک پذیر هستین کجاها باید خریدهاتون رو میکردیم و در طی زمان با همین موضوع رو صحبت کردیم. و اگر که خیلی حوصله ندارین این بحث ها رو بهش فکر بکنید یا اصلا وقتش رو ندارین، دالر کاست اوریجینگ، اگر در چند سالی که با گنج همراه بودین دالر کاست اوریجینگ کرده بودین، الان بسیار زیاد توی سود بودین، شاید چندین برابر شده بود پولتون و امیدوارم که این کارو کرده باشین، ولی خب شاید هیچ وقت برای شروع دیر نباشه. بسیار عالی. من به عنوان آخرین صحبت هم و برای اینکه موضوع رو به خاتمه بدم، خب یک سری هم به هات بزنیم، ماینر بیت کوین کانادای آمریکایی رو که سهمی هستش که خیلی با هم دنبال می‌کردیم و من چارتش رو که داشتم نگاه می‌کردم خاطرم اومد که درخواستی رو این پایین جواب داده بودم و یکی از ویدیوها گفتم که آقا اینجا ریزش داریم در هات می‌بینیم، اما به نظر پول اسمارت، پول هوشمند ازش خارج نشده و خیلی پرسیده بودن که چطور این برداشت رو کردیم، که توضیح دادیم که با نگاه به OBV. و من فقط می‌خوام بهتون نشون بدم که این حرکت از همون روزی که این حرف زده شد تا به الان تقریبا قیمت این سهم دو برابر شده، یک سهم در دو کامل داشته. و اینو چرا دارم میگم؟ اینو نمیخوام بگم که آقا پس دیدین من بهتون گفته بودم فلان، نه اصلا بحثی نیست. خب چیزی که میخوام بهتون نشون بدم اینه که دوستان، سرمایه گذاری نیاز برای اینکه شما بتونین سود قابل توجه به دست بیارین، چیزی که بهش نیاز دارین یک چیز پر ریسک نیست. نیاز نیستش که برین روی میم کوین ناشناخته اید قمار بکنید که بتونید پول زیادی به دست بیارین. چیزی که بهش نیاز دارین بیشتر از اینها صبر هستش و سرمایه گذاری روی ایده ها و چیزهایی که قابل اعتماد هستن و به اندازه کافی بزرگ هستن. درسته میگم، شما اگر دالر کاست اوریجینگ در طی 4 سال اخیر کرده بودین، پولتون بیشتر از دو برابر شده بود. اگر که 6 ماه پیش وقتی این صحبت ها رو داشتیم میکردیم در مورد هات خریده بودین، پولتون الان بیش از دو برابر شده بود. ولی خب معمولا آدما چیکار میکنن؟ معمولا آدما میگن نه، من یه چیزی میخوام که فردا پولم دو برابر شه. بعد اتفاقی واسهشون میفته اینه که پولشون از بین میره و بارها و بارها و بارها این اتفاق میفته و ترجیح میگن آقا سرمایه گذاری همش کلاهبرداری، بازار همش کلاهبرداری و میرن و هیچ وقت بر نمیگردن. ازتون خواهشی که دارم اینه که توی این دام نیفتین. کسانی که دوست دارین عزیزانتون رو هم بهشون بگین، سعی کنین توضیح بدین موضوع رو که توی دام نیفتن. خیلی سخته، صبر کردن خیلی خیلی کار سختیه. میگم مثال دیگه‌اش این AEM هستش که ماینر طلا هست، اینم چند ساله داریم راجع بهش صحبت میکنیم، الان در آل تایم هایش هستش. اگه به موقع خریداری کرده بودین الان دو برابر این هم تو سود بودین و دارین چیزی رو میخرین که بهتون دیویدند میده، هر ماه بهتون پول میده و از طرفی امن هستش و سودی هم که میخواین رو هم به دست میارین. طبیعتاً این چیزا که دارم راجع بهش صحبت میکنم در دسترس همه نیستش، دوستانی که حالا آمریکا و کانادا هستن طبیعتاً این کارو براشون راحت تر هستش، ولی خب اصل صحبتم رو بچسبین، اصل صحبتم به همه چیز قابل تعمیم هستش. روی چیزهای خیلی ریسکی سرمایه گذاری نکنین، قمار نکنین. راه پولدار شدن قمار نیست، هیچ قماربازی رو نمیشناسین که پولدار شده باشه. حتی اگه قماربازی پولدار بشه چیزی طول نمیکشه که همه پولهاشو از دست بده. بسیار عالی، امیدوارم که از این قسمت هفته نامه هم لذت برده باشین. اگر که دوستان راجع به آنچین و روش های تریدینگ ما بیشتر بدونید، دوره ها هستن، نیاز نیستش که بهتون معرفی بکنم، لینک هاشون میتونید در کپشن پیدا بکنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و به زودی در هفته دیگر میبینمتون. تا دیداری بعد، خدا نگهدارتون باشه.